آقا مراد خبر نداشتن. به محض خبردار شدن پرداخت کردن. خدایی باید خجالت بکشی و گریه کنی. اگه میخوای یه شاخه گل ببر در خونش و ازش معذرت خواهی کن. آخه اصلا نمیشه با تو کار کرد. شرمنده شدیم. بزرگش نمیکنی؟ ها؟ ببین برات کار ردیف کردم. گفتم هر پارچه‌ای که بخوای میتونم بهت بدم. جوری برخورد نکن که انگار من از آدما کلا برداری میکنم و بیشتر. همه چیو فهمیدم جز یه چیز. سارته به مشکل مالی بر بخوره فایده‌اش واسه ما چیه؟ بعدم میفهم. یا اینکه یه روز من برات توضیح میدم. بگذریم. برگردیم سر کارمون. مثلا این چند روزه آماده میشه. آه چقدر قشنگه. کار کیه؟ برای یه دختر با استعداده. سوالمو جواب ندادی. سه روز. چی؟ سه روز؟ نه همین فردا میخوام. نمیشه. شب کار میکنی و تمومش میکنی. چی شد؟ ها؟ چرا صورت به درد نخورت داره میخنده؟ مراد خانه. راست میگی؟ آره داره زنگ میزنه. چی کار کنیم؟ جواب بده. نترس جواب بده. الو. مزاحم نشدن؟ بفرمایین خیر باشه. کجایی؟ آتلیه هستم. آه منم الان روبروی آتلیه هم. الان میام پیش طرف بزنیم. نه چیزه باشه منتظرم. طرف جلوی دره میخواد بیاد. چی میگی؟ اینجا در دومی چیزی داره؟ انباری هست. باشه فقط در مورد حرفایی که زدیم چیزی نمیگی فهمیدی؟ باشه باشه زود باش برو الان میاد. آقا مراد بفرمایید بریم دفتر. بفرمایید. بفرمایید. هر چی میل دارین بگین سفارش بدم. نیازی نیست. راستش اومدم یه چیزی بپرسم. در ضمن به خاطر اتفاقای امروز به دل نگیر. مهم نیست فراموش کنین. شما برای این اومدین؟ زحمت کشیدین. چرا زودتر به من خبر ندادین که پرداختی انجام نشده؟ یعنی چرا من زودتر نفهمیدم؟ چی من؟ یعنی نمیدونم. منظورتون چیه مراد خان؟ من چیزی نمیفهمم. من فقط یه سوال پرسیدم. حالا شما چرا اینقدر مضطرب شدین؟ نه من اینطوری برداشت کردم. فکر کردم منظوری دارین برای همین پرسیدم. فهمیدم. اگه چیز دیگه ای نیست من باید برم. امکانش هست؟ البته که میتونین. شب بخیر. شب بخیر. سبیل جون خیر باشه. ببینم از یه هایی اومدن اون کتک خوردن سیر نشدی؟ نه قربونت بشم امروز به خاطر تو نیومدم. با بزرگ حشمت صدام کرد برای همین اومدم. چرا چی کارت داره؟ والا منم نمیدونم. به نظرم بریم ببینیم چی میگه. آره منطقیه. بیا تو. من نمیخوام ازدواج کنم. فقط میخوام همسر تو باشم. نمیتونم دوباره از دستت بدم. خب امینه باغ ساعت 7 سریالمون الان شروع میشه. به بابات بگو شاید کانالو عوض کنه. چون تو مردی.
فکرشم نکن، چون از سریال ما خوشش نمیاد. هفته پیش یکم نگاه کردم، 5 دقیقه نگذشت که شروع کرد به غرغر کردن. امیدوارم باقی عمرشو صرف جبران. شب بخیر. شب بخیر. خوش اومدی پسرم. ممنون. همینه، فهمیدو فردا برو آشپزخونه یه چای دم کنین، یا اینکه باقلاوا یا نوشیرینی چیزی درست کنین. دو دشتخ زدم بده مهمونمونه. تو چرا نشستی مثل فوزولا؟ زودش برو آشپزخونه با اونا کمک کن، این چیزا رو یاد بگیر به سلامتی، بعدا میخوایم بیایم خونتونا. خیلی خوب بابا بزرگ، عصبانی نشو. حالا که فوزیلو فرستادم بیا نزدیکتر بینم. بفرما بابا بزرگ. میخوام در مورد چیز مهمی با حرف بزنم. با جون و دل گوش میده. همونطور که مشخصه جفتمون مثل جوونه دم بغت در شروف ازدواجیم، یعنی هدفمون یکیه. چی شد پسر؟ چرا بیخندی؟ چیز خنده داری گفتم؟ نه استغفر الله بابا بزرگ جون، فقط یه ذره تعجب کردم. در ضمن عظیمه خانم پیشنهادتون رو قبول کرد؟ نه قبول نکرد، الان من برای خودم خیال پردازی میکنم. البته که کرد، فکر کردی برای چی اینجا جمع شدیم؟ آره فهمیدم. اینو بگیرینم. این چیه؟ پول. میگم تونسته چیزی بشنه. فعلا هیچی نشنیدم. دختر بابام با کرم چی کار داره؟ بابا بزرگش باید همه ای کاراش همینجوری معما. ساکت دختر، بیا اینجا به من کمک کن، دستام شکست. من عظیم خانم میخواییم بدین تعطیلات زمستونی، انشالله هرچی تو دلمون مونده رو انجام میدیم و تجربه میکنیم. یعنی ماه اصل؟ شش، آده همون ماه اصله. درخواستم از تو اینه که هتل موتل و هرچی که لازمه رو تو ردیف کنی. چرا نکنم با بزرگ، البته که ردیف میکنم. ببین چه فکر خوبی کردم، من ای پکم میان. میخوایی مداد و حیاتم ببریم، آسنی و دوست پسرشم ببریم؟ البته اون بیشرایی هم که تو آشپزخونه هم ببریم، اصلا همگی با هم خانوادگی باشه. آره با بزرگ خیلی خوب میشه، اما این پول که کافی نیست. خنگول جان من میخوام با عشقم تنها برم، دو نفره. شما خودتون هر جا دوست دادین برین. باشه بابا بزرگ، چرا عصبانی شدی؟ فهمیدم میخواین دو نفره برین. یه سویت میخوام. چی میخوای؟ مینی سویت. بابا بزرگ غمت نباشه، من بهترین جا رو برات ردیف میکنم. بهت اعتماد دادم. ردیفه. ببینم چه کار میکنی.